سرخط خبرها و مهمترین ها، یک باشنده پروان زیر شکنجه طالبان جان باخت. درگیری بر سر علفچر در ارگوی بدخشان 24 زخمی بر جای گذاشت. شهادت معاون و مشاور سابق بلینکن درباره خروج از افغانستان. واشنگتن از پیشروی سری طالبان غافل بود. و همچنان در پایان، عید آخر رهبران ارشد امارت، مشروع خبرها. منابع محلی در پروان میگویند که یک باشنده این ولایت زیر شکنجه طالبان جان باخته است. منابع روز جمعه میگویند که این فرد لالاغا نام داشت و چند پیش از سوی طالبان بازداشت شده بود. طالبان جسد لالاغا را در دور نخست عید به خانواده اش تحویل دادند. لالاغا باشنده روستای جان قدم از مربوطات ولسوالی بگرام بود. منابع میافزایند که این مرد غیر نظامی بود و با هیچ گروه ارتباط نداشت. گفتنی است که پس از تسلط دوباره طالبان، ده ها تن زیر شکنجه این گروه جان باخته است. روز سه شنبه 21 حمل نیز منابع محلی تایید کردند که یک باشنده ولایت پنجشیر در پی شکنجه در زندان طالبان در کابل جان باخته است. به گفته منابع، این جوان احمد نام داشت و حدود 7 ماه پیش توسط طالبان از منطقه کوتل خیرخانه کابل بازداشت شده بود. با این حال طالبان درباره این گونه اقدامشان به نهاد حقوق بشری پاسخگو نیستند. درگیری بر سر علفچر در ارگوی بدخشان 26 زخمی بر جای گذاشت. منابع محلی در بدخشان میگویند که روستاییان در این ولایت بر سر علفچر با هم به درگیری خونین پرداختند که در نتیجه حدود 30 تن زخمی شده است. این درگیری پس از چاشت روز پنج شنبه میان باشندگان روستاهای اسپینگل و نواباد دانش‌آموز دانشمندان ولسوالی ارگو رخ داده است. این درگیری 26 زخمی بر جای گذاشته است که از میان 13 تن آنان به شفاخانه ولایتی بدخشان در شهر فیض آباد منتقل شده است. وضعیت 34 تن آنان وخیم گزارش شده است. درگیری میان روستانشینان تاجک روستای نواباد دانشمندان و باشندگان پشتون روستای اسپینگل پس از آن رخ داده که دو طرف میخواستند علفچر عمومی را که از گذشته تقسیم نشده است تصاحب کنند. در این درگیری دو طرف از سنگ و چوب و حتی سلاح علیه یکدیگر استفاده کردند. در همین حال مسئولان محلی طالبان با تایید این رویداد میگویند که برای حل این تنش هیئت را به ساحه فرستادند. پیش از این نیز رویداد مشابه در بدخشان رخ داد که تای آن روستانشینان بدخشانی که با کوچی‌ها نیز درگیر شده بودند. شهادت معاون و مشاور سابق بلینکن درباره خروج از افغانستان. واشنگتن از پیشروی سری طالبان غافل بود. با گذشت حدود 2.5 سال از خروج آمریکا از افغانستان، چگونگی روان و پیامدهای آن همچنان هدف تحقیقات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور است. این کمیته متن مصاحبه های بریان مکوین، معاون سابق انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در امور مدیریت و منابع، و دریک شولت، مشاور ارشد سیاسی وی را منتشر کرد که حاوی آشفتگی این کشور هنگام روند تخلیه است. پیام‌های ایدی متفاوت رهبران طالبان نشان‌دهنده تنش‌ها میان این گروه است. روزنامه آمریکایی به نقل از کارشناسان گزارش دادند که پیام‌های ایدی متفاوت دو رهبر با نفوذ طالبان نشان‌دهنده تنش‌ها میان این گروه است. این شبکه نوشته است که سراج‌الدین حقانی برخلاف موقف سرگیرانه هیبت‌الله آخوندزاده می‌خواهد حمایت بیشتر از جهان دریافت کند. هیبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در پیام ایدی خود از تعمیل قوانین اسلامی دفاع کرد و جامعه جهانی را به دلیل انتقاداتش از نقض حقوق بشر مورد حمله قرار داد. این شبکه امریکایی نوشت سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان از طالبان خواست متواضع باشند و از رفتارهایی که افغانها را نادرستی میکند اجتناب کنند. رهبر طالبان در یکی از پیام‌های خود به طور مستقیم دموکراسی‌های غربی را مخاطب قرار داد و گفت زنان را در ملای عام سنگسار میکند. طالبان در هفته‌های گذشته دو پیام ایدی از نام هیبت‌الله آخوندزاده که فاکس نیوز از او به نام رهبر گوشه‌نشین طالبان یاد می‌کند منتشر کرده است. پیام ایدی اول یک بیانیه کتبی بود که روز شنبه به 7 زبان از جمله زبان‌های عربی، انگلیسی، ترکمنی و ازبکی صادر شد. او در این پیام توصیه‌های به مقامات این گروه که ادارات دولتی را کنترل می‌کنند صادر کرد. پیام ایدی دوم یک فایل صوتی بود که طالبان پس از نماز عید که در مسجد عیدگاه قندهار ادا داشت بخش کردن. این فایل صوتی به زبان پشتو است. حدود 30 ثانیه را در بر میگیرد و لحن و بیان آتشین مثل بیانیه‌های سابق هیبت‌الله آخوندزاده دارد. او در این سخنرانی گفت هرگز در برابر تطبیق شریعت اسلامی با کس سازش نخواهد کرد. هیبت‌الله آخوندزاده گفت حاضر نیست یک قدم از تطبیق شریعت اسلامی عقب نشینی کند. فاکس نیوز در گزارش خود نوشته است که تحلیل محتوای پیام ایدی سراج‌الدین حقانی اما نشان می‌دهد که او با لحن نرم‌تر در پی جلب سرمایه‌گذاری‌های جامعه بین‌الملل است.
احمد رشید روزنامه‌نگار و نویسنده پاکستانی که چندین کتاب در مورد افغانستان و طالبان نوشته است، گفت که هر دو رهبر پیام قوی به اعضای طالبان می‌فرستند که با وجود فشارهای غرب هیچ چیز تغییر نکرده است. رشید گفت در درون طالبان اختلاف به وضوح وجود دارد، اما آنها در کنار هم ایستادند. عناصر متعدد وجود دارد که می‌خواهند تحصیل زنان را ببینند، اما در موقعیت قوی نیستند. جنگ غزه، فرح رفح در گروه فوریت پابندی به مفاد قطعنامه است. جنگ غزه کم کم دارد وارد 6.5 ماه خود می شود. رقم کشته های فلسطینی از مرز 32,000 تن عبور کرده است. جنگ در مناطق شمالی و مرکزی غزه هنوز هم جریان دارد، چیزی که حکایت از پیروزی کامل اسرائیل نمی کند. تلاش ها به ابتکار ایالات متحده، قطر و مصر برای برقراری آتش بس 40 روزه به ثمر ننشست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گزینه حمله بر رفح را روی میز نگه داشته و بر دوام جنگ تا نیل به شکست کامل حماس تاکید دارد. در حالی که بسیاری از کشورها به شمول ایالات متحده تصمیم حمله احتمالی زمینی بر رفح را نکوهش کرده است، به این دلیل که تنها جایی است که قدر از گزند جنگ در امان مانده است. میزبان بیش از 1,000,000 آواره است و مهمتر از آن گلوگاه ارسال های کمک های بشردوستانه به باریکی غزه به حساب می آید. اتفاق مهم تازه تصویب قطعنامه آتش بس فوری و پایدار از سوی شورای امنیت سازمان ملل، آن هم پس از 6 ماه تلاش و تقلا. ایالات متحده قبلا که در 3 نوبت پیشنویس قطعنامه را اوتو کرده بود، این بار با اکتفا به امتناع از رای به آن مجال تصویب داد. تصویب قطعنامه ها امیدها برای پایان دادن به جنگ غزه را افزایش داده است. انتظار می رود که اسرائیل گزینه حمله بر رفح را نیز از روی میز بردارد، چون ضمن آن که امریکا مخالف آن است، حالا پای قطعنامه شورای امنیت هم در میان است. با توجه به این پیش گفته، سوالی که مطرح می شود این است که آیا اسرائیل به پایان جنگ و انصراف از حمله بر رفح تن می دهد؟ شماره اول، اجتناب از حمله بر رفح خلاف وعده هایی است که دولت نتانیاهو در روزهای اول جنگ داده بود. آزادسازی کامل گروگان ها، نابودی کامل حماس و غیر نظامی سازی باریکی غزه. اسرائیل ادعا می کند که از میان 24 گردان نظامی حماس 6 گردان دست نخورده مانده است که جای تای آن در رفح مستقر است و بایستی نابود شوند، و نه به هدفی که اعلام کرده نائل نمی شود. پیروزی کامل بر حماس. دولت نتانیاهو اگر در جایی که فعلا قرار دارد توقف کند، بازنده اعلام می شود، چیزی که برای آن ظاهرا قابل پذیرش نیست، نه تنها برای نتانیاهو که برای متحدان غربی آن به امریکا که نابودی حماس را آرزو می کنند جای پذیرش ندارد. اسرائیل اگر بازنده جنگ شود، پیامد آن متوجه امریکا نیز است، چون از آن قویا حمایت کرده و دشوار است که ننگ شکست را بپذیرد. ایالات متحده و سایر دولت‌های غربی اگرچه به ظاهر تلاش می‌کنند اسرائیل را از حمله بر رفح باز دارند، ولی به قوت این اندازه ها نمی‌توان زیاد اعتماد کرد. اگر دقت شود، آمریکا مخالف جدی حمله بر رفح نیست، بل مخالف چگونگی حمله در شرایط فعلی است.